بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی. امروز یه لیست 19 نفر اومده بیرون که اینها قرار کابینه مسعود پزشکیان رو تشکیل بدن. اما این چیزی که دارید میبینید استوری پسر مسعود پزشکیانه، نوشته ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم. بعد زیرش نوشته انشاءالله در یک فرصت مناسب. البته انشاءالله رو غلط نوشته، اینجوری ننویسید. این رو سوا بنویسید، شاءالله رو سوا، چون معنیش 180 درجه برمیاد. اینجوری غلط بنویسی، انشاءالله در یک فرصت مناسب از سهم خواهی ها و غیره خواهیم گفت. یه عده‌ای اومدن سهم خواهی کردن، حداقل ژست هوادار مردم بودن را نگیرید. آقای پزشکیان تو روز خبرنگار یه صحبتایی داشت، یه عده دوستان اومدن گفتن که پزشکیان از اول بسم الله شروع کرده که نمیذارن ما کار کنیم. من این رو اینطوری برداشت نکردم، اتفاقا احساس کردم که آقای پزشکیان تحت فشاره. وقتی میگفتیم دولت سوم روحانی یا خاتمی، اینجاها رو میدیدیم، یعنی اینا فی سبیل الله نیومدن تبلیغ کنن و فلان و اینا، بالاخره یه جا سهمشون رو میخوان. کار انقدر بیخ پیدا کرده، پسر رئیس جمهورم به سطوح اومده و این حرف رو زده. اما این توییت که دارید میبینید نوشته پشت پرده علی ربیعی چیست که در دولت اول روحانی حسین طائب پادرمیانی میکند که رأی اعتماد بگیرد و الان افرادی به ظاهر از جریان انقلاب به دنبال وزارت نوچه های او هستند. البته حسین طائب حدس منه، رئیس قبلی سازمان اطلاعات سپاه، اونتا ایشون چون مختصر نوشته من ذهنم به اینجا میره. حالا اگر منظورشون چیز دیگه یه واضح‌تر بنویسن که همه بدونن. نمایندگان بدانند خیانت است به کسانی رأی اعتماد دهند که با تحسن و نامه ننگین به نظام و رهبر فرزانه انقلاب دهنکجی کردند. داره اشاره میکنه یکی از وزرا که تو مجلس ششم بودن و اینها. بعد اگر درست حد زده باشم، چون چیزی که من برداشتم اینه تو این لیستی که دیدم، کسی هم بود که به عنوان مشاور آقای پزشکیان توی تلویزیون حضور پیدا کرد، یکی از مشاوران اقتصادی ایشون، حالا دیگه اسم نمیبریم. اگر این مجلس میخواهد از بی اثری خارج شود، تنها راه ایستادن در برابر وزرای ضعیف و منفعل است که اتفاقا بعضی مسئولین در جهت منافع خیش برای آنها واسطه میشوند. شرم‌آور است. اینها میخواهند کشور را با سرمایه‌داری رفاقتی اداره کنند. ایران و ایرانی عمرش با این سعی و خطاها به باد رفت. حالا این لیست 19 نفره که معرفی شده این هست. من فکر میکنم غیر رسمی باشه، تایید شده نباشه، اما فرض رو بر این میگیریم که این لیسته. الان گذاشتن جلوی نمایندگان مجلس، ما هم به عنوان مردم میخوایم نظر بدیم، مثلا بگیم آقا این خوبه، این بده، این فلان، اینجوریه. تنها کسی هم که دیدم فقط تو دولت شهید رئیسی است همین وزیر اطلاعاتی که آقای خطیب، ایشون ظاهرا ادامه کار میدن، کس دیگه ای رو من نمیبینم. اما توی اینها روی دو نفر میشه خیلی بحث کرد، از این جهت که مردم با این دوتا خیلی سر و کار دارن. یکی بحث همین درگیری هایی که ما داریم، بحث وزارت خارجه است، دیپلماسی و فلان و اینها، یکم اقتصاد. حالا من وزارت خارجه رو فعلا فاکتور میگیرم، میرم روی وزارت اقتصاد. آقای همتی، بریم ببینیم آقای همتی داستانش چیه، چه جوری است. این ارزی که تو دوره ایشون یهو گرون شد، سال 97 ارز 10 برابر شد، حاصل مدیریت ایشون بوده، چه جوری بوده، داستان چیه. اما یه کلیپی هست برای من خیلی جالبه، میخوام اینو با هم دیگه ببینیم نکاتی توش داره. نرخ واقعی ارز چقدره؟ به نظرم خیلی پایین‌تر از اینی که الان تو بازار هست. مثلا حالا اجازه بدین عدد نگم، ولی خیلی پایین تر، یعنی 23-24000 تومانه. اصلا بی‌ربطه، بی ربطه. بعد اون موقع که به ایشون میگفتن آقا دلار داره میره بالا اینا، بعد میگفت که حبابه حبابه، زیاد جدی نگیرید. دلار تا 30 تومان هم رسید. دلاری که دولت روحانی 3400 تومان تحویل گرفته بود، 30000 تومان تحویل دولت بعدی دادن، 10 برابر. ربطه. گوش به این حرفا که میگن معادله این معادله اونه، اینا رو گوش ندید. خب آخه الان همین نرخه باعث شده همه چی، آخه من نمیدونم، گرون شدن همه چی به این دلاره خورده. خب دلار مهمه در اقتصاد ما، متاسفانه به هر حال دلار یک شاخص مهم میشده، ولی ان شاء الله ما دلار رو درست میکنیم. همین میخوام آقای دکتر امشب به مردم بگید، ببینید خودتون میگید آقا نرخ واقعی نیست، ولی مردم الان پای تلویزیون میگن نرخه نیست، ولی الان همه تلاش هم زندگی ها سخت، ابزارهایی که انشالله به کار خواهیم بود این نرخ رو تعدیل میکنیم. ایشون قول داد نرخ رو تعدیل کنه، ولی خب تو دوره مسئولیتشون نشد دیگه، حالا به هر دلیل نشد، مقصر که ایشون نیست، بریم یقه ایشون رو بگیریم. الان به عنوان وزیر اقتصاد میخواد معرفی شه، تمام تلاشش رو میکنه بالاخره اینا. اما آیه همتی یه چیزی رو سه هفته پیش ظاهرا از شما
شنیدم، حالا دقیق خاطرم نیست، اگر انشالله شما این برنامه رو میبینی به گوشت میرسه، تو کلاب هاوس یه برنامه داشتید شما، یه گفتگویی بوده اونجا، ظاهرا چیزی که من استنباط کردم، حالا دقیق باید برم دوباره گوش بدم، این رو قطعی نمیگم که خدای نکرده مدیون کسی نشیم، ولی فکر میکنم اونجا برداشت برخی از مردم از صحبت شما این بود که این ارز نیمایی و اینا کلن بره کنار، تک نرخی بشه، یعنی الان مثلا 60 تومان بشه 60 تومان. آیا شما نظرت اینه؟ چون تو دوره‌ای که دلار داشت میرفت بالا شما مسئولیت داشتی، برگشتی گفتی که نرخ واقعی نیست، که خیلی پایین‌تره. حالا چی شده که به این تصمیم رسیدی شما که این دلار مثلا نیمایی، ارز نیمایی بره کنار بشه آزاد؟ اگر منظورتون از تک نرخی کردن قیمتیه که تو کف بازاره، خب این فرمولش از کجاست؟ چجوری کشف قیمت کردید؟ اینو یه توضیح بی‌زحمت بدید. حالا اگر به عنوان وزیر معرفی شدید رفت اونجا برای رأی اعتماد، اونجا توضیح بدید. فکر کنید ما هم به عنوان مثلا یه نماینده مخالف با شما می‌خوایم صحبت کنیم. اینو یه توضیح ریز به ما بدید بفهمیم که آیا این آزادسازی نرخ ارز، تک نرخی کردن به معنای بیچاره کردن مردمه؟ چون خودتون میدونید دیگه دلار تو زندگی مردم تأثیر میذاره، چون ما بودجمون رو بر اساس نفت میبندیم، نفتم که به دلار میفروشیم، دلار بعد بیاد اینو تبدیل بکنیم و خلاصه. آره اینجوری میخوام ببینم که آیا این قیمت 60 تومن یه فرمول خاصی داره شما کشف کردید که برید به اون سمت؟ چون تو دوره مسئولیتتون گفتید نه قیمت پایین‌تره، یعنی نرخی که در بازار آزاد عرضه میشد شما قبول نداشتید. ارز 4200 هم که از ثمرات دولت شماست، در اون دولت که شما هم مسئولیت داشتی، ارز 4200 زد بیرون از همون سال 97 که شما یه وقت گفتید شوک ارزی و فلان و اینها. میخوام ببینم که اینا داستانش چجوری میشه، برای مردم مهمه دیگه، چون اقتصاده. ادامه‌اش هم ببینید. من تلاش هم میکنم، ولی خب بالاخره تلاش بانک مرکزی فقط کافی نیست، خیلی جای دیگه باید حمایت بکنه. چه حمایتای بگید؟ همه باید کسایی که سنگ میندازن جلو پاتون بگید. نه سنگ نمیندازن، من میگم باید حمایت کنن. ببینید آقای همتی چقدر آدم خوب و صادقیه، خراب نمیکنه کسی رو، نمیگه آقا سنگ انداز میکنه، میگه حمایت کنن. مثلا بخش تجاری باید به ما کمک بکنه، بخش در واقع دیگه بخشای اقتصادی، بخش تامین مالی باید به ما کمک کنه، قوه قضاییه باید کمک بکنه که کمک داره میکنه. من ممنونم از قوه قضاییه، واقعا حمایت‌های خوبی کردن. جان درست شنیدم آقای همتی، شما تشکر کردی از قوه قضاییه؟ این صحبت‌های شما مال سال 99، اون موقع کی رئیس قوه قضاییه بود؟ آها یادم اومد، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی بود که الان شهید شدن. تو مناظرات انتخابات 1400 جلوی 90 میلیون ایرانی اسم 11 تا ابر بدهکار بانکی رو نوشتی جلوی مردم، آوردی تحویل آقای رئیسی دادی، گفتی با اینا برخورد کنید دیگه. منظور شما این بود که آقای رئیسی برخورد نکرده بود؟ اگر برخورد کرده بود چرا تو اون مناظرات این حرفو زدی؟ اگر کمکتون نکرده بود چرا تو سال 99 یک سال قبل از انتخابات شما اینجوری داری تشکر میکنی از قوه قضاییه؟ کدومو باور کنیم؟ شما فردا اگر وزیر بشی با همین فرمون می‌خوای بری جلو؟ یعنی مردم هر لحظه منتظر باشن که دو تا حرف عجیب غریب متضاد از هم از شما بشنون؟ خدا به داد مردم برسه. اما آقای عارف معاون اول رئیس جمهور هم یه حرفایی زدن امروز، بریم ببینیم چی گفتن، شاید اصلا این چیزایی که ما فکر میکنیم نیست. ها بریم ببینیم چی گفتن. خواهش میکنم به مسائلی که گاهی بعضا در فضای مجازی ایجاد میشه و جز حاشیه سازی و جز یه مقدار به هم ریختن این فضای وفاق و صمیمیت در جامعه هست دامن نزنید. اگر یک وزارتخانه 5 نفر آدم برجسته بوده، اون 4 نفری که ما نمیتوانیم معرفی کنیم، حالا اگر وقت قانون اساسی به ما اجازه بده، بله 5 تا وزیر معرفی کنیم، فعلا یه وزیر باید معرفی بکنیم. انشالله انشالله وزیر خوب. فقط آقای عارف بی زحمت میفرمایید میانگین سنی وزرا چقدره؟ مثلا 19 تا وزیر مثلا آقا 50 ساله، 40 ساله، ها اینو بگید مردم بدونن، خوبه دیگه، چون رأی دادن به شما، این 16 میلیون خورده رأی دادن، بدونن حداقل میانگین سنی چقدره. برابر اون 4 نفر برای ما عزیز هستن. شما هم عزیزی، جیگری اصلا. در صحنه‌های دیگه حتما استفاده می‌کنیم. لزوما همه کار به این تعداد 18 19 20 تا وزیر یا 20 چند تا عضو کابینه که محدود نمیشه. آره بالاخره معاونین رئیس جمهور هستن، همین الان آقای شریعت مداری شد رئیس دفتر آقای رئیس جمهور. محمد شریعت معروف هست، تقریبا تمام دولت‌های اصلاحات و اینا بودن ایشون. مثلا یه جوون اگه می‌ذاشتیم رئیس دفتر خب نمیشه دیگه، باید تجربه داشته باشه. خب روی کردی که در بستن لیست میره این هست
خیلی از حواشی و شایعاتی که در چند روز اخیر در فضای مجازی مطرح شد صحت نداره. آقا لیست الکی منتشر نکنید، 19 نفر رو فرستادید. من به خدا تو تلگرام و ایتا اینا هم نوشتم، تو تلگرام که مطمئنم، تو ما غیر رسمی معلوم هر کی هر روز یه چیزی میگه. الکی شایعات دامن نزنید. پسر آقای پزشکیان رو فقط پیدا کنید، ازش بپرسید، بگید این فشارات چی شد، این حرفایی که زدی مازه یاران چشم یاری داشتیم و اینا، فشارها برای سهم‌خواهی و اینا آیا به نتیجه رسید، زورشون رسید یا زور پدر شما شربید و اون چیزایی که تو ذهن خودش بود پیاده کرد، اون اشخاصی که خودش مد نظرش بود انتخاب کرد، یا اینجا هم باید برن از کارشناسا بپرسن، اینو نمیدونیم، ولی نظر نهاییشون چی بود؟ آیا سهم‌خواهی ها و فشارها اعمال شد، تونستن از پدر شما سهم‌خواهی کنن یا نه؟ پدر شما خیلی آزادانه با استقلال کامل، چون این آقایی که الان پیشای عارف نشسته، آقای دبیری، دو سه روز پیش ربطش داده بود به رهبر معظم انقلاب که آقای پزشکیان رفته با رهبری و اینا صحبت کرده، که آقای شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان واکنش نشون داد. البته منم همون روز واکنش نشون دادم، دم این حرفا نیست، رهبری دخالت نمیکنه در انتخابات. بله 3-4 تا وزیر هستن که با نظر رهبری به هر حال معرفی میشن و اینا، اما اینکه کل وزرا رهبری بیاد دیکته کنه به رئیس جمهور، این دروغه، خلاف واقعه، که امروز دیدم آقای شریعت مداری هم همین حرفو زدن. حالا برید پسر آقای پزشکیان رو پیدا کنید، ببینید سهم‌خواهی‌ها اعمال شد یا زورشون نرسیده. ما خوشحال میشیم اینو بدونید. یه چیزی میشنوم، یعنی که صحت نداره من نمیخوام تکذیب کنم، یه چیزکی هست، بله یه بخشی یه جمله یه جا میشنود، حالا تحلیل میکنن قبل و بعد میذارن، یا یه جمله کامل رو یه بخشیش رو مطرح میکنن. خواهش میکنم یه مقدار فضای مجازی به ما کمک کنه، فضا میذارن آروم جلو بره. چشم، ما به سهم خودمون به دولت کمک میکنیم انشالله، اگه شما خودتون بذارید که کسی کمک کنه. یعنی با این انتخابا و انتصابایی که شده، یه موقعی آدم دودک کلش بلند میشه. مثلا ما بریم باوریم که کابینه ای که انشالله امیدواریم در ظرف همین یک دو روز آینده نهایی بشه و معرفی بشه، کابینه ایست در شأن مردم عزیز کشورمون، کابینه ایست که انشالله به وظیفه ملی و اصلی خودش خواهد پرداخت، و بریم باوریم که تونستیم بین خوبها خوبترین رو انتخاب کنیم. ادام نمی کنیم که فردی که مثلا برای یه وزارت معرفی میشه از همه نامزدها بهتر بوده، نه، به هر حال یه چند نفری که مشاور آقای پزشکیان بودن مثلا یه فرد عزیزی رو مطرح کردن. خب خدا رو شکر آقای ظریف هم دخیل بوده آقای عارف، چون حالا خدا رو شکر جهانگیری توشون نبود، خدا رو شکر بودن جهانگیری میخواد بشه وزیر نفت، یعنی فشار و اینا، خدا رو شکر این یکی حداقل نبود. امیدواریم که مجلس با دقت بررسی بکنه صلاحیت افراد رو و این سهم‌خواهی‌ها و فشارها و لابیگری‌ها اثرگذار نباشه، چون مردم حقشون نیست، اعتماد کردن به دولتی رأی دادن، بعد یه دی بیان که خلاصه آره دیگه. انشالله دولت موفق باشه تو کاراش، اما آقای پزشکیان رو پیدا کنید، پسر آقای پزشکیان بپرسید ببینید سهم‌خواهی‌ها بالاخره به کجا رسید. یا علی، التماس دعا، خدا نگهدارتون.